به قول شیرازی ها جوق سعدی بوده، این هم از آرامگاه سعدی. دقیقا همین جایی که ما الان بودیم جوق سعدی بوده. کتاب، انجیر، انجیر استعوان. دنبال کوی بهار نارنج چند؟ قابلی نداره اینجا 250 تومن. کلوچه به هم نوری 130 تومن بوده شده 10 تومن با پیکاش 80 تومن کلوچه شده 80 تومن کلوچه خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. توی روزای نسبتاً هوای خوب و عالی و پرنشاط شیراز ببخشید اومدم خیابون بوستان یا همون خیابون سعدی، محله سعدی. پشت سرم آرامگاه سعدی است. چون ایام نوروز هست دیگه اینجا غرفه‌ای تشکیل شده برای سوغات و خرید و چیزی بخوان ببرن، خوراکی چیزی بخرن میان اینجا. پشمک و لواشک و همه دیگه هم صداش کردن. قرقروت و کشک و قاطی میکنن، یعنی یکی میکنن با هم. خیلی خوب باشه. آب و رفشوی خانه سعدی اکثر گذاشتن اینجا. اول شیرازی ها جوق سعدی بوده، این هم از آرامگاه سعدی. دقیقا همین جایی که ما الان بودیم جوق سعدی بوده. شستشوی لباس در آب چشمه سعدی دهه 30 خورشیدی. ماشاءالله به زمان قدیم که زحمت کشیدم. خب الان دیگه جایی که الان جوق سعدیه اینجور حالتی که میان عکسار میرن. البته جا برای عکسای بیشترم بود. سوغات شیراز، انواع مسقطی ها و شیرینی ها و سوغون و یز و البته کتاب، انجیر، انجیر استعوان. 300 270 400. ماه رمضان است، مغازه نیمتی باز کرده.
مسافران خب بر اساس اون احکامی که باید روزه دار داشته باشن الان روزه ندارن. حالا نمیدونم چرا پلوم کرد. عرقیاتی معروف که اینجا بود، عرقگیری هم داشتم. محله سعدی از اون بالا پیداست، اون یه خونه ها رفته تو کوه. رومون بر بود، یه عطر خوبه نون اومد زیر مشام. نون فانتزی تیرازیس یه نام قدیم شیراز هم تیرازیس بوده، یالا عوض شده شده شیراز. خیلی بوی خوبی داشت.
خیابون گلشن شیرازی. اوه اینجام که الان دیدیم پارک بوستان بود، پله همینجا میخوره میره بالا، جای خیلی قشنگیه. ورودی هم اونجایی که الان دیدیم از این بر هست، جمع بشم بهش میگن کوچه سرسر سنگی. توی فضای اخیر اینجا هرچی سنگ میخواستن برای امارت هایی که توی شیراز بسازن از اینجا استخراج میکردن. سنگای خوبی داره دیگه، نزدیک هم بوده، نزدیک شیراز، و کجا بهتر از اینجا. دنبال کوی بهار نارنج چند؟ قابلی نداره اینجا 250 تومن. 250؟ خیلی ممنون، دست دارم، قربونه. آه
توی باغ دلگوشا که حالا ویدیوی بعد میخوام بریم، پر از درخت نارنجا. بریم خودمون تو باغ دلگوشا یکم هم دلمون گوشاش پیدا کنه، باز بشه، هم درختای نارنج ببینیم، البته ببینیم بهار نارنجی مونده ازش یا نه. خب ممنون که با من این خیابون رو پیاده روی کردین و دیدید. بریم به سمت باغ دلگوشا و دیگه باید خداحافظی کنم ازتون. شاد و پیروز باشید و موفق و سربلند.